روستای ییلاقی و سرسبز کاهو در فاصله 35 کیلومتری مشهد مقدس و 10 کیلومتری شهر گلبهار در بخش گلمکان شهرستان گلبهار واقع شده است. روستای کاهو جمعیت حدود 377 خانوار و حدود 1300 نفر جمعیت داره که شغل غالب این افراد کشاورزی و دامداریه. کشاورزی شامل باغداری اکثرن و مردم اکثرن باغدار هستن اینجا و دامداری هم دام سبک و سنگین رو در حال حاضر داریم که اکثرش دام سبک هست و با توجه به مرتع و در دامنه رشکوهای بینالود هستیم اکثرا دام سبک دارن و اخیرا هم تعدادی از دوستان به پرورش قارچ، زنبورداری و همچنین گلخانه مشغول شدن. گوسفندا از سالهای قدیم که ما پدر مادر ما با بچه بودیم گوسفند داشتن. اون سالا برف بیامد، بارون بیشتر میامد، علف بود، گوسفندا رو مدختن، از پشمش استفاده میکردن، از شیرش استفاده میکردن، از روغنش استفاده میکردن. ما کار مهمیه، از هم قدیم بچه بودیم علاقه داشتیم به گوسفندا. دیگه الان خود ما خانواده ما همه بازم به همین گوسفندا آموخته مخیم شد. ابو رحمت زنگ بزن با آقا حج گذار بیه گوسفندشه ببره زیده گرگ مخوره اینجا برشد. الان زنگ زده اون گوشه ده دقیقه دیگه بعد میام. میام مخورمش. الان منتظرم که بیه. باش. تا برج چار بر راهش اینا بعد ولن دیگه برج چار هم بر راه از مادراش سوا مرد. اینا را دیگه هر موقع سال که اصطلاح علف میشه ما میاریم بیرون تا برج 89 تا برف بیه. برف که میاد دیگه باز ما بریم خانه باز بهش غذا میدیم. روستای کاهو از قدیم الایام یکی از شغلای اصلیشون گله داری بوده. معمولا گله ها در ایام قدیم هر گله هولوش 600 تا 700 راس گوسفند داشتن و 5 الا 6 تا گله بوده در منطقه روستای کاهو و اطراف اون. ولی متاسفانه به مرور زمان به علت کمبود آب و بارش‌های آسمانی و گرانی آذوقه برای حیوانات تعداد گله‌ها روز به روز داره کمتر میشه. الان 4 تا گله کلا روستای کاهو داره. هر گله حدوداً بین 400 تا 500 تا رأس گوسفند داره که در جمع هلوش 1800 تا 900 تا هست. اگر خواسته اینا رو بودوشیم از برج 2 شروع میکنن به دوختن. 2 ماه یا 3 ماه بودوشن گوسفند داره. دیگه بعد کم کم ول میکنن دیگه شیر نمیدن. دیگه اینا همش 2 برج ما شیر از اینا میچشیم. چه هوا گرم باشه چه سرد باشه دیگه میخوا همیشه همه وقت داره اینا علافی اینا هست. تمام وقت باید بیابون بشی دیگه. اینجوری نیست که بگی الان امروز شنبه یا امروز جمعه یا هیچ تعطیلی نداره دیگه. همه وقت باید درگیر گوسفندداری باشی. رحمت خدا قوت. دست به عملش. خوب هستی؟ میشمال مای زیده؟ بله یه نیم ساعت پیش زیده. آه دست درد. برش نره اماده یا؟ برش نره. آه دست درد. خیلی ممنون. بعد شیرنیش اماده به شابرت بیارم. خب؟ من این کارو بکنم. مشرات بیار. اول برج 3 اینا رو پشماش جمع میکنیم که هوا گرم بشه دیگه برای زیاد تو آفتابه اذیت نشن. تا 10 روز 15 روز
اینا همه به چا میان، شریکا میان، پشمو اینا رو جمع میکنن، مرتبش میکنن، بهش مرسن که گوسفندا تو آفتابا دیگه زیاد اذیت نشن، پشما روش هست، گرمه خوب هوا. امیدوارم با بارش نزولات آسمانی تعداد رسای گوسفند گلدارای ما تعدادشون روز به روز افزایش پیدا کنه و باعث رونق اقتصادی هم اهالی روستا و مناطق اطراف بشه که برای کل منطقه هم خوب. سطح زیر کشت باغات روستای کاهو تقریبا حدود 700 هکتار باغات میوه هم از گیلاس، آلبالو، سیب و گلابی داریم که با دو تا رودخونه جاری، رودخانه خرمدره و رودخانه فریز آبیاری میشه. تقریبا حدود 42 رشته قنات داریم، حالا با دبی‌های آب مختلف که جهت آبیاری این باغات استفاده میشه. الهی به امید خود از قدیم ایام در این روستای کاهو بزرگان ما به همین شغل کشاورزی و دامداری داشتن که باز به نسل بعدی رسیده که ما هم از زمانی که بچه بودیم به همین کشاورزی اینا، حالا خلاصه دامدارم کم و بیش دامداری هم داشتم ولی شغل اصلی ما کشاورزه. از موقع بهار که میشه میگم خب دیگه موقع آبیاری زمین شروع میشه، پشتبندش سمپاشی و یه محصولات شو خب حالا هر کدوم یک تاریخ خاصی داره که برداشت میکنیم و به حالا یا میدون یا همینجه کسانی هستن که تربار میخورن به اینا میدن بهم خود کاهو. یک چند سالی هم هست که مثلا سالی هم که کم آب، خدایش اینجا مردم خیلی اذیت میشن برای کم آبی، برای آب گرفتن و اینا. سهم آبی که ما از رودخانه داریم یک استرخی داریم او پایین، آب میاد اونجا به توسط موتور دیزل که همی آب هست مفرسته میاد این بالا، باز موتور داریم اینجا که این استرخ به معنی که پر شد موتور روشن میشه، او قسمت بالا رو با همین موتور آبیاری میکنیم. وقتی هم که آب رودخانه باز زیادتره یک جوبه هست این بالا که از بالا یک بشک هست بسته میشه میاد میریزه توی استخر. موقع هم که آب کمه این همین الان که بی وضع هستش از قنات میریزیم توی یک استخر داریم پایین، یا آب رودخانه جوب هست میریزه تو او، بعد ای که پر شد این موتور روشن میشه، موتور که روشن شد حالی قسمتی بالا رو با همین موتور آبیاری میکنیم. سالی که پر بارونه معمولا از برج مثلا اواخر 2 یا 22 ما زمین خاک آب میدیم، ولی الان با همه که مثلا از برج 2 نشده ما مجبوریم از این که بارندگی نیست یا نتونیم زمین آب بدیم از مجبوری تو گل با همه که اشتباه هست ولی داریم آب میدیم زمین، چاره ای نداریم. معمولا زمین اولش بستگی به اون خاک و به اون شرایط داره، بعض زمین ها هست مدارش به 15 روز هم بیفته به 20 روز هم بیفته کار نمیشه، ولی این زمینه ما دقیقا همین زمین بعد از اینکه گل ریخت هر 10 روز یا 12 روز بستگی باز به همون خاکش و به حاصل بودن زمین داره، ولی معمولا ما هفته یا 8 روزی یک بار زمین آب میدیم تا پاییز. این زمین کشاورزی که ما داریم اینا تقریبا ارثی هستش، از پشت در پشت ما به ما رسیده و ما هم سعی میکنیم که اینا رو نگه داریم، مثلا حتی الامکان بومیه اینجا کسی زمین کشاورزی شه که از بزرگاش بهشته به هیچ عنوان نمیفروشن، شاید هم مثلا اینجا
مثلا ما میوه هم که داریم اینقدر خرج میکنیم جواب خرجش نده، ولی یک یادگاری از پیرای ما به ما رسیده، به پدران ما رسیده، ما هم خلاصه باز این رو حفظ میکنیم برای نسل بعدی ما. حالا شاید هم میگم که مثلا سالایی که بارندگی نیست یا از نظر سرما اینا هستش ما محصولاتی برداشت نمیکنیم، ولی این آب و خاک رو یادگاری از قدیمای ما هست حفظ میکنیم و نگه میداریم و میدیم به نسل بعدی خودمون. بنده از بچگی تو همین روستا بودم، در کنار پدر مادر و همچنین در کنار باغداری و کشاورزی کمک به پدر. بعد تصمیم گرفتیم به علت اینکه جوابگو نبود کشاورزی و اینها، تصمیم گرفتیم که بریم شهر، کوچ کنیم به شهر. اونجا هم چند سالی کار کردیم، دیدیم نه اونجوری که دوست داریم چنگی به دل نمیزنه. بر اساس تحقیقاتی که داشتم و علاقه خاصی که به طبیعت داشتم پیگیری کردم و در مورد پرورش زنبور عسل یه سری تحقیقات و آموزش ها انجام دادم، دیدم که خیلی عالیه و شغل خوبیه. این شد که مجدداً برگردم به روستا و از اونجایی که شغل زنبورداریش واقعا شغل شیرینی هست و انسان رو به طرف طبیعت سوق میده، من شغل انتخاب کردم. دو سه سال میشه شروع کردم، از تعداد 5-6 تا کندو شروع کردم، الان هم حلوش 150 تا کندو دارم. الحمدلله بد نیست، با کمک برادران واقعا همکاری میکنن. خب اکبر آقا، دیشب ما این زنبورا رو تکثیر گرفتیم آوردیم اینجا. بله. تو چند روز باید اینجا باشن که برای باز مراحل بعدیش که بخواد شاخون بزنیم و چی بشه؟ تقریبا زنبور رو که ازم لحظه ای که تکثیر میکنی تا لحظه ای که شاخون آماده بشه تقریبا یک هفته میکشه. ما دیگه سر یک هفته باید بیم زنبورا رو بررسی کنیم ببینیم اگه شاخونی آماده دارن، چون شاخونا معمولا دو ستایی که آماده میشن احتمالا مثلا یکیش ما بین این دو ستا نارسه، ما اونا رو باید جمع بکنیم، یک دونه از شاخونه آماده رو بهشون میدیم. بله. که دیگه ملکه آماده باشه، زنبور موقعی که میخواد بچه کنه اون ملکه با اونا دیگه شروع کنه به تخم ریزی و آماده سازی برای جمعیت. و الان که فعلا در حال حاضر پوشش گیاهی منطقه جوابگوی تا یک ماه دیگه میشه استفاده کرد، بعد از یک ماه باید احتمالاً باید کوچ بدی. احتمالاً زنبور رو باید کوچ بدی به جای سردسیر و جایی که بارندگی بیشتر بوده و گل گیاه. ها دیگه احتمال زیاد. باید بری کوهستان تقریبا. حالا اینجا فعلا خوبه. زنبورداری معمولاً در دو فصل کوچدهی داره. کوچ بهاره داریم و کوچ زمستانه. بهار بیشتر می‌ریم سمت خودمون، سمت روستای خودمون که هم در کنار باغداری کار انجام می‌دیم، در کمک هم دیگه با داداشا اینها، هم این که منطقه خودمون واقعا بد نیست از نظر مرتع و پوشش گیاهیش خوبه، کوهستانی واقعا جوابگوه. شما سعی کن وقتی که میخوای زنبور رو کوچ بدی سعی کن نزدیک باغم که داری بذاری، چون فصل گل زنبور سعی میکنه که از این شاخه بو شاخه گردفشانی کنم برای درخت و باغداری هم خیلی عالیه. این نکته رو در جریان باش. حالا ما اینجا گذاشتیم به خاطر که باغداریم اینجا، گردفشانی خیلی
برای برداشت محصول تاثیر بارداری خوبی داره. عسل برداریمون هم شهریور ماه انجام میدیم. از هر کندوی هلوش 8 تا 12 کیلو برداشت داریم و فروش عسلمون هم به طور عمده و جزئی هستش. مشتریمون هم الحمدلله راضیه. ما در سالن‌های قارچ تقریباً 4 دما داریم. یک دمایی که اسپانران هستش که همون بین 24 تا 27 درجه است. دمای شوکدهی داریم که دمای تقریباً 16 درجه هست. دمای پرورش داریم، دمای 18 درجه هست که الان تو این فضا دمای 18 درجه هست. و دمای پخت سالن داریم که در اون روش 70 تا الی 80 درجه به صورت با بخار کار انجام میشه، سالن پاستریزه میشه. هر نوبتی که سالن کش میشه و بعد از اون کش تمام میشه به پایان خودش میرسه، سالن رو ما تو با استفاده از بخار میایم ضد عفونی میکنیم و اون آلودگی هایی که توی سالن به وجود اومده با بخار از بین میبریم. ما حاصل این که کمپوستی که به وجود میاد رو میتونیم در اختیار باغدارها، گلخانه‌داران، سیفیجات کارها قرار بدیم. با توجه به اینکه پخ شده و اون آلودگیش از بین رفته، یک کود بسیار عالی با رطوبت بالا رو میتونم برای صنعت کشاورزی داشته باشیم. اینا سلام آقا منصور، خسته نباشید. خوبی؟ خوبه. احسن. این گردا رو قارچ هم میزنه که نه؟ آره. تاش یکم بیشتر بذاره. دست درد نکنه. خب. او گردا رو خاکم برداریم. خب؟ رو بستر گردا ریخته. دست درد نکند. محمد آقا خسته نباشی. چه عبر نمیزنی نه؟ این دربای قارس یکم کمتر کن که دست درد. او گردهایی که روی بستر هست اونها رو بردار. اونها رو خاکاش بردار که خوبه. مشکلاتی که من اینجا دارم، یکی برق هست. من الان حدود 8 کیلومتر از اینجا تا خود روستا من لوله کشی آب کردم و اونجا نیاز به یک پمپاژ آب دارم که الان یک سال خورده هست دنبالش هستم. سداد رفع موانع تولید شهرستان، جهاد کشاورزی شهرستان، جهاد کشاورزی استان، شرکت برق، همه اینا مراجعه کردم، یک برق رو نتونستن به من بدن و حدود نزدیک 50 میلیون تومان به من هزینه زدن که این خیلی کمک میکرد که من تولیدم ادامه بدم. الان به نظر کار تولید دارم تأخیر میفتم، نه آب میتونم اینجا برسونم و نه میتونم کشتم ادامه بدم به خاطر نبود آب و برق که اینا میخواستم برم بدن. قارچ هایی که از سالن جمع آوری میشه در سردخانه به مدت 2 تا 3 ساعت در دمای 4 تا 5 درجه نگهداری میشه و حالت شوکدهی بهشون قرار داده میشه. بعد از این که تو دمای شوکدهی قرار گرفته شد، بسته به نیاز بازار در بسته های 200 گرمی، 400 گرمی، 1000 گرمی و بسته های به صورت فله بسته بندی میشه و به ویزیتور یا همون دلال ارائه میشه. مشکل ما همین دلال هایی که به ما مراجعه میکنن و از ما خرید میکنن و با یک سود گزافی به مغازه دارها و بعد به مصرف کننده میدن. اگر این حذف دلال انجام بشه، هم سود متناسب خوبی به واحد های پرورش قارچ میرسه و هم این که اون مصرف کننده میتونه به قیمت خیلی پایین تر از این پروتئینی که خداوند در اختیار ما قرار داده بتونیم استفاده بکنیم. سازمان میادین ما یک درخواست داریم که فضاهایی رو در اختیار این صنعت قرار بده که بتونن ارائه قارچ رو به صورت مستقیم به مصرف کننده بدن و قیمت این قارچ پایین تر بیاد که همه بتونن از این قارچ بتونن استفاده بکنن.
تقریبا 14 ساله که هنر خیاطی رو پیش گرفتم. از اول بچگیم خیلی علاقه داشتم. موقعی که مادرم خیاطی میکرد کمکش میکردم، بعد از اون خواستم که به صورت حرفه‌ای ادامش بدم. توی مشهد یکی از آموزشگاه‌ها ثبت نام کردم و دوره‌های مختلفش رو گذروندم و بعد از اینکه کسب مدرک کردم و به صورت حرفه‌ای این هنر رو ادامه دادم. چند سالی گذشت، میدیدم که افرادی که هنر قالی‌بافی رو دارن، منم دوست داشتم که این هنرم یاد بگیرم. دوباره توی مشهد دوره گذروندم طی چند روزی و بعد با کسب مدرک شروع کردم به ادامه دادن کار قالی‌بافی. چند سالی گذشت که مطمئن شدم به خودم که میتونم این حرفه رو ادامه بدم، شروع کردم به آموزش دادن این دوتا حرفه، هم خیاطی و هم قالی‌بافی. پیشنهاد دادم به خانمای روستا و این هنر رو به اونها هم آموزش دادم و تونستیم به توسعه روستامون کمک کنیم. الان هستن خانمایی که توی همین روستا این حرفه رو دارن ادامه میدن و هم به خاطر اینکه خودشون این حرفه رو دوست دارن و همین که میتونن از این طریق کسب درآمد کنن. کارهایی هست که احتیاج به جای خاصی نداره، اما میتونن کارگاه تشکیل بدن، به صورت گروهی انجام بدن و همین که به صورت فردی توی خونه‌های خودشون میتونن کارهای کوچیک و بزرگ رو انجام بدن. الان این مدتی که من اینجا دارم کار میکنم، تقریبا شاید بالای 10 نفر از افراد روستای کاهو اومدن پیش من این آموزش رو دیدن و الان خودشون به صورت جداگانه دارن کارا رو انجام میدن. الان دارن تابلو فرش‌های مختلف به صورت منظره و یا آیات قرآنی رو اینجا دارن میبافن و خودشون میتونن به صورت جداگانه این تابلوها رو به فروش برسونن و همین که از طریق اتحادیه خود فرش دستباف اینجا میتونن سفارش بگیرن و کارو انجام بدن و بهشون تحویل بدن برای فروش. اگر ما توی روستای کاهو یه مکانی داشته باشیم که بتونیم کارگاه خیاطی و قالی‌بافی رو اونجا دایر کنیم، خیلی عالی میشه. میتونیم با برگزاری کلاس‌های مختلف توی رشته‌های صنایع دستی این رشته‌ها رو گسترش بدیم. فقط اینجا اگه بتونیم یه مکان بزرگتر از اینجا داشته باشیم، خیلی بهتر میشه این هنر رو توسعه داد. این گلخونه در سال 1398 زمینش به هدف تولید گیاهان دارویی و گیاهان بیرونی اصطلاحاً احداث شد. گیاهان بیرونی و گیاهان دارویی که ما در اینجا تصمیم به کشتش رو داشتیم از ارقام کم آب بودن که نیازی به آب به اون صورت نداشتن و از نظر بحث که زمین‌های اینجا شنی هستش، اصطلاحاً زمین گیاهانی بودن که خاک‌های شنی رو می‌پسندیدن. در سال دوم تونستیم مقداری قلمه تهیه کنیم و به همسایه‌ها و همچنین شهر مشهد مقداری رو تقدیم کردیم و الحمدلله که همه راضی بودن. یکی از حسنایی که گیاهایی که ما ارائه دادیم چون مال شهر خود مشهد بود تولیدش و فرآیند رشد و نموش رو در همین شهر گذرونده بود، با خواستگاه آب و هوایی اینجا خوب بود و
همه عزیزان راضی بودن. گاهن بعضی از دوستان هستن از شمال جنس میارن و اینها بعد از تنش آب و هوایی که بهشون وارد میشه متاسفانه خشک میشن. کدوم گلدون تبدیل کنم؟ زحمت چی؟ بعد وقت نه شرایط نگهداری چی جوری اسمش اینا؟ اینا شیم شده ابلغ هستش، نژاد نسبت به رگ‌ها و تیرهای دیگه‌اش کم رشد‌تره، آب کم نیاز داره، فقط یک مقداری کود پایینش قبل از کاشت بذاریم که از نظر پری و رشد قدی زیاد بشه. اینا قلمای 3 ساله هست، 3 سال پیش ما قلمه زدیم، از نظر پری ریشه جای دیگه نداره برای گلدون. به مجردی که این به قضا برسه سری هم از نظر بحث ارتفاع و از نظر بحث پری اصطلاحاً شاخ و برگی پر میکنه خودشو. وقت لازم نور چی؟ نور اینا کلن آفتاب پسند هستش، در سایه قرار بگیره از بین نمیره، ولی این رنگ طلاییش سبز میشه. اما داخل آفتاب باشه باز رنگ طلاییش پر رنگتر و ملموستر میشه. خواهش میکنم. ما سه تا خانواده که حالا پدرم و برادرانمون در اینجا مشغول به فعالیت بودیم، کارهایی رو از قبیل تحقیق روی عملکرد گیاهان دارویی که برای چه مواردی و چه امراضی خوب هستش انجام دادیم، که حالا دوستانی که مشاوره جزئی هم در ارتباط با این گیاهان می‌خواستن در خدمتشون قرار دادیم، و همچنین در ارتباط با فضاسازی‌هایی که می‌خواستن داخل حالا گاهن حصار باقی داشته باشن یا حصار کرتی اصطلاحاً، یک سری گیاهانی که سبز باشه اونا رو هم آوردیم و از اونا تکثیر کردیم. گیاهانی که همیشه سبز باشن، نیازی به آب کم داشته باشن و حالت حصاری رو ایجاد کنن. امید داریم که جهاد کشاورزی یک سری از تولیداتی که انحصاراً فقط به مسائل تولیدی میپردازه، از قبیل پلاستیک های یووی چیزهای مصرفی هستن، از قبیل یک سری از مسائل حرارتی برودتی که اینها واقعا لازمه هست و الان هزینه هاش کمرشکن شده متاسفانه، چون که بعضی از اینها از خارج وارد میشه، ما صنایع در داخل داریم که میتونن اینها رو تولید کنن و با حمایت جهاد اگر بتونه مستقیم عرضه کنه به تولید کنندگان، خب این از نظر بحث قیمتی خیلی کمک زیادی به ما میشه. رفقا جمع بشیم تا از کاهو یادی کنه، به تمام مشکلاش ز سینه فریادی کنه، به شهر به در رویم روی به چلبازه کنیم، دوباره لهجه های قدیم ما را تازه کنیم، و از قدیم ها برگیم از آدم های مهربونش، کوچه های پرپیچ و خم و دالون های پوشونش، باز بیم مثل قدیم با همدیگه عادت کنیم، به دیار ترغزدم و به همدیگه خدمت کنیم. رود خرم دره و رودخانه فریز داره، دو تا رودخانه و 30 رشته کرز داره، هر کجا سر میزینی سرخ مزنه آلبالواش، از اصل شیرین تره گیلاسا و زردالیاش، کاهوی امروزی نسبت به قدیمان ناز داره، چون که حال تلفون و برق و آب و گاز داره، به خداوندی که نعمت به دو عالم میاره، مگه کاهو از جاغرق و ترقبه کم میاره، چه خوبه که شورش هم محض خدا همت کنه، تلفون رو برداره از بخشداری دعوت کنه، مسئولین محترم دستی به دفتر بزنن، سوار ماشین رون به کاهو یک سر بزنن، نقشه کاهو ما رو از دل و جون اجرا کنن، رفت آمدی برای مردم و خلق الله کنن، چون خدا خودش به اعمال همه قاضی میشه، از تمام بنده های خوب خودش راضی بشه.
بفرم. دست در ندختر کنم. بفرم. ممنون. دست در دو بفرم. بفرم. شما رو خیلی مستقبول بشه. مرسی بابا. شما هم قبول بشه. بفهم. 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 ب